به نام خداوند بخشنده و مهربان و با, با تقدیم سلام به یکی از دیگر از ویدیوهای چینل جنرال پلاس خوش آمدید دکتر عبدالله, عبدالله عبدالله در اسلام آباد با قریشی دیدار و گفتگو کرد عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالح ملی در نخستین روز سفر خود به اسلام آباد با شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان دیدار و گفتگو کرد محور گفتگو او با وزیر امور خارجه پاکستان گسترش روابط دو کشور و روند صلح بوده است وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که شام محمود قریشی در دیدار با عبدالله ابراز امیدواری کرده که سفر او به پاکستان فصل جدیدی در روابط دو کشور بکشاید و درک مشترک را از روند صلح ایجاد کند طبق اعلام وزارت خارجه پاکستان قریشی گفته است که کش... کشورش از روند صلح افغانستان به صورت قاطعانه حمایت می کند و جنگ افغانستان رای حل نظامی ندارد و گفته او همه طرفها باید برای دستیابی به یک توافق سیاسی تلاش کنند عبدالله عبدالله برای یک سفر سه روزه صبح امروز وارد اسلام آباد شد قرار است او با عارف علوی رئیس جمهور امران خان نخست وزیر حسد قصیر، رئیس مجلس نمایندگان و قمر جاوید باجو رئیس ستاد ارتش پاکستان نیز دیدار کند رئیس شورای مصالح ملی ابراز امیدواری کرده که با این سفر وی فصل تازه ای از همکاری های مشترک میان دو کشور در عرصه های مختلف به ویژه برقراری صلح پایدار و با عزت گشوده شود سفرهای دکتر عبدالله عبدالله به منطقه آیا او ابتکار عمل را در دست خواهد گرفت سفر دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی به پاکستان ماهی نگرانی ارگ ریاست جمهوری افغانستان شده است عبدالله عبدالله به دعوت امران خان صدر اعظم پاکستان بامداد با دوشنبه به اسلام می رود ارگ ریاست جمهوری پیش از سفر رئیس شورای مصالحه ملی به پاکستان در تماس تلفنی با صدر اعظم پاکستان از وی به کابل دعوت به عمل آورد امران خان پس از تماس با اشرف در تویت نگاشته است که عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان هفته جاری به پاکستان می آید. سفر رئیس شورای مصالحه ملی به پاکستان و دنگرانی ارگ ریاست جمهوری نشان می دهد که انوز سایه سنگین منعازه انتخاباتی سیاسی در کابل حکم فرما است. منابع می گویند که عبدالله عبدالله شخصا تلاش دارد ابتکار عمل را به دست گرفته و دیپلماسی منطقه در محور صلح افغانستان را رهبری کند. وی پس از سفر به اسلام آباد به دهلی تهران انقره بنگینگ و تاشکن خواهد رفت تا اجماع در درباره صلح افغانستان را احیا کرده و حمایت کشورهای منطقه از مذاکرات بین را به دست آورد برخی کشورهای منطقه به ویژه هند ایران روسیه و چین از مذاکرات جاری در ده ناراضی ناراضیاند عبدالله عبدالله تلاش, دارد که نگرانیهای کشور را مرفوع ساخته و اعتماد و همسویی آنان را در روند سال کسب کند همزمان با تلاش ها در راستای همگرایی منطقی در روند سال اختلافات میان قش سیاسی در داخل کشور اوج گرفته است محمد اشرف و عبدالله عبدالله نامزدان انتخابات سال 2019 ریاست جمهوری پس از برپایی مراسم تحلیف و درگیری چند ماهی انتخاباتی با امضای نامه به درگیری ها نقطه پایان گذاشته و به تقسیم وظایف و کرسی های دولتی پرداختند بر اساس توافقنامه 28 تصور رئیس جمهور حکومتداری را بر عهده گرفت و عبدالله عبدالله مسئولیت پیشبرد و رهبری پروسه سال را شد در نخستین گام مشخص شد که غنی اراده به عملی سازی مفاد موافقتنامه سیاسی ندارد او خلاف توافقنامه سیاسی با فرمان اعضای رهبری شورای مصالحه را منصوب کرد بلا فاصله عبدالله عبدالله فرمان رئی جمهور را رد کرد و گفت که شورای مصالحه نهاد حکومتی نیست که با فرمان رئی جمهور تعیین شود رئیس جمهور شمار از مشاوران نزدیک عبدالله عبدالله را از رهبری شورای مصالحه حذف کرده بود فرخنده زهرا نادری سید اسحاق گیلانی و مولوی شهزاده شاید در افراد بودند که از فهرست حذف شده بودند برخی رهبران سیاسی به ویژه حامد کرزی و گلبودین حکمتیار نیز عضویت در شورای مصالحه را نپذیرفتند این مسئله اختلافات میان دو چهره سیاسی را وارد مرحله تازه ای کرد سفر رئیس شورای مصالحه به و سخنرانی در مراسم افتتاحی مذاکرات بینالافغانی به اختلافات غنی و عبدالله عبدالله سنگ تمام گذاشت رئیس جمهور غنی مخالفت حضور رئیس شورای مصالحه در نشست بین المللی بود اما بدلیل دلیل جامعه بین المللی عبدالله, عبدالله عبدالله در مراسم افتتاحیه شرکت کرد در کنار عبدالله عبدالله حنیفه حتمر سرپرست وزارت خارجه نیز حضور داشت ارگ ریاست جمهوری در نظر داشت که در کنار دکتر عبدالله عبدالله حنیفه اتمر به نمایندگی از آیت افغانستان در مراسم افتتاحیه سخنرانی کند اما وقت طالبان با سخنرانی اتمر مخالفت کردند ارگ تلاش ورزید که عبدالله عبدالله به نمایندگی از حکومت متن آماده شده ارگ و وزارت خارجه را قرائت کند اما عبدالله عبدالله گفت که مامور ارگ ریاست جمهوری نیست و به نمایندگی از شورای مصالحه صحبت خواهد کرد حنیف ادمر ماموریت داشت که از پروبال زدن عبدالله عبدالله در دوحه جلوگیری کند ادمر توانست نشست مشترک نمایندگان افغانستان طالبان و ایالات متحده آمریکا را لغو کند وی همچنان توانست از حضور رئیس شورای مصالحه و رئیس دفتر سیاسی طالبان در کنار وزرای خارجی آمریکا و قطر در رهبری مذاکرات جلوگیری کند این مسئله موجب شد که وزرای خارجی روسیه و ایران ان سخنرانی در مراسم افتتاحیه اجتناب کنند اما اطمر در ماموریتش ناکام ماند و تحت شوهای عبدالله عبدالله در دهه ناپدید گشت سخنرانی عبدالله عبدالله در مراسم افتتاحیه مذاکرات با استقبال گسترده ای جهانی و داخلی روبرو شد اما این سخنرانی خشم رید جمهور را برانگیخت از یک سو عبدالله عبدالله در نشست دوحه خوش درخشید و از سوی دیگر از دستور رئیس جمهورگانی سرپیچی کرد اختلافات موجب شده است که دو رهبر سیاسی در مذاکرات صلح رای خودشان را بروند عبدالله عبدالله, عبدالله طرفدار رای حل سیاسی و توافق با طالبان است و این می کشد که اجماع سیاسی داخلی و منطقه ای را در محور صلح افغانستان شکل دهد در یک سوی دیگر رئیس جمهورگانی با مامونانش برای برهم زدن مذاکرات جاری صلح کمر بستند آنان در سخنرانی هایشان در مخالفت با روند صلح سخن میزنند و از و چالشهای های می‌گویند. در همین راستا اشرف اجازه تشکیل شورای رهبری مصالحه را نداده و تشکیلات و بودجه این نهاد را منظور نکرده است غنی به منظور زیر فشار قرار دادن رقیب سابق انتخاباتیش ماش کارمندان شورای مصالحه را اجرا نمی کند منابع گویند که کارمندان شورای مصالحه از 6 تا 8 ماه به این سو ماش دریافت نکردند اما ظاهرا آقای عبدالله و کارمندان شورای مصالحه با سرسختی در برابر این حرم اشرفغنی تاب آوردن و دکتر عبدالله عبدالله برای آینده سیاسی خود نقش رای خوب ترسیم کرده است از سوی هم اشرفغنی صلاحیت های اجرایی را در دست دارد و در پی دست اندازی در روند مذاکرات است دیده شود که رقابت دو مقام ارشد رهبری حکومت افغانستان به کجا خواهد انجامید و عواقب این رقابت چه تاثیر بر مذاکرات صلح خواهد داشت امران خان از خروج زود انگام نیروهای خارجی از افغانستان هشدار داد. امران خان نخست وزیر پاکستان از خروج اجولانه نیروهای خارجی از افغانستان هشدار داده است. او در مقاله که در واشنگتن پوست منتشر شد گفته است که کسانی در روند صلح افغانستان سرمایه گذاری کردن باید در برابر تعیین جدول زمانی غیر واقع برای خروج نیروهای خارجی مقاومت کنند نخست وزیر پاکستان گفته است خروج شتابزده بینالمللی از افغانستان غیر عاقلانه است ما همچنین باید در برابر مخربین منطقه که در سطح سل سرمایه گذاری نمی کنند و به ثباتی در افغانستان را برای اهداف خود مفید می دانند محافظت کنیم. سپاس که تا این با ما بودید برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.